رصدخانه جهانی خشکسالی اروپا میگه که این قاره با بدترین خشکسالی خودش در حداقل 500 سال اخیر مواجهه و این مسئله باعث کاهش حمل و نقل داخلی، تولید برق و بازدهی برخی از محصولات میشه. جدیدترین گزارش این نهاد اتحادیه اروپا که در ماه اوت منتشر شده میگه نزدیک به نیمی از قاره اروپا در شرایط خشکدار قرار گرفته، یعنی خاک در این مناطق خشک شده. سارا دماوندان و جزئیات بیشتر. اروپا که به قاره سبز شهرت داره حالا در شرایط هشدار ناشی از خشکسالیه. گزارش ماه اوت رصدخانه جهانی خشکسالی اروپا میگه که 47% از خاک این قاره در شرایط هشداره و با کمبود واضح رطوبت خاک روبروست. همچنین 17% دیگر اروپا در وضعیت هشدار قرار گرفته که این مسئله پوشش گیاهی این مناطق رو تحت تاثیر قرار داده. تابستان امسال در اروپا در نوع خود بی سابقه بوده. گرمای بیش از اندازه که به نوعی از آن به عنوان دمای پخت نام برده شده نه تنها خشکسالی را تشدید کرده، بلکه باعث آتش سوزی های جنگلی هم شده و هشدارهای بهداشتی و درخواست های متعدد از سوی کنشگران و کارشناسان محیط زیست رو برای اقدام بیشتر برای مقابله با تغییرات آب و هوایی رو در بر داشته. امروز در دنیا شاهد پدیده‌های مختلف جوی هستیم، از جمله گرم شدن هوا و خشکسالی‌های متعدد. برای نمونه در قاره اروپا که شاهد خشکسالی بودیم، یا آتش سوزی جنگل‌ها، در برخی از مناطق دیگه ما شاهد بارندگی‌های بسیار شدید و سیلاب‌های کم نظیر هستیم. برای این پدیده‌ها ما نمی‌تونیم هیچ دلیل دیگه غیر از تغییرات آب و هوایی رو داشته باشیم تا به امروز، و تغییرات آب و هوایی هم ناشی از افزایش درجه حرارت کره زمین هست که نتیجه افزایش گازهای گلخانه‌ای است که همه اینها در حقیقت ناشی از فعالیت‌های مخرب بشر بر روی کره زمین بوده است. اتحادیه اروپا در گزارشی اعلام کرد که به نظر میرسه خشکسالی فعلی بدترین خشکسالی در 500 سال گذشته باشه. به گزارش کمیسیون اتحادیه اروپا، تغییرات آب و هوایی در سال 2022 به برداشت محصولات کشاورزی تابستانی آسیب زده، به طوری که تولید دانه ذرت 16% کمتر از میانگین 5 سال گذشته و تولید دانه های سویا و آفتابگردان هم به ترتیب 15% و 12% کاهش پیدا کرده. تولید نیروگاه‌های برقابی هم در اروپا ضربه خورده و به دلیل کمبود آب برای سیستم‌های خنک کننده تأثیر بیشتری بر دیگر تولید کنندگان برق گذاشته. در بخش‌های دیگه این گزارش به پایین آمدن سطح آب در امتداد رود راین اشاره شده که این مسئله فعالیت‌های کشتیرانی داخلی رو با مشکل روبرو کرده. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.